در خط خبرها. پایان انتظار. هیئت گفتگو کننده حکومت به دوحه رسید. مراسم افتتاحیه با سخنرانی عبدالله و برادر فردا و گفتگوهای رسمی تا دو روز دیگر آغاز خواهد شد. دوحه تا پدغه هیل سو چه دلتا اوربنس. Announced with great pride that Secretary of State Mike Pompeo will be departing. استقبال گسترده جهانی از آغاز گفتگوهای میان افغانان. پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان اما نگران سایه تنش‌های مرزیش با افغانستان در روند صلح است. جهان پس از 9 سپتامبر و شعله‌های زنده آتش طولانی ترین جنگ آمریکا. پس از 19 سال آیا بساط القاعده عامل این حمله از افغانستان برچیده شده؟ با مجمع خبری ساعت 10 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و شب شما بخیر. هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان به دوحه رسید. مراسم افتتاحیه گفتگوهای صلح حکومت با طالبان فردا برگزار شده که عبدالله عبدالله و عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان از سخنرانان اصلی آن خواهند بود. گفتگوهای رسمی میان دو طرف هم روز دوشنبه هفته پیش رو آغاز خواهد شد. هیئت گفتگو کننده حکومت خوشبین است که این گفتگوها به پایان نبرد بینجامد. لحظه شماری برای آغاز سرنوشت‌سازترین مرحله تاریخ افغانستان در چند دهه گذشته. چمدانهایشان را بستند تا در دوحه در گفتگو با طالبان پرونده جنگ 14 دهه‌ای کشور را ببندند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه کشور نیز هیئت گفتگو کننده را در این سفر همراهی میکنند. حالا هم هیئت گفتگو کننده حکومت پس از سفر چند ساعته به دوحه رسید. به گفته شورای عالی مصالحه ملی، نشست افتتاحیه این گفتگوها فردا در هتل شرایتون با اشتراک و سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برگزار می شود. تلاش اصلی هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در مرحله نخست قانع کردن طالبان برای برقراری آتش بس است. دوحیت پدق هیل زوچه دلتا اوربنسی افغانستان در افغانستان په هر کور کې چې دردونه این لیدلیدی د دوی دردونه التیام سی دو نقطه بسیار مهم دی فرصت تو یکی اجماع جهانی است کې دنیا میخواد سود افغانستان بیا و دومی کې مردم افغانستان اجماع دارن برای آمدن سول و خاتمه جنگ. همزمان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه آن کشور با استقبال از اعلام زمان گفتگوهای رو در رو آن را فرصت خوبی برای پایان نبرد 40 ساله در افغانستان می دانند. هیئت‌های دو طرف پس از مراسم افتتاحیه روزهای شنبه و یک شنبه روی اصول دبیرخانه مشترک و اجندای گفتگوها بحث خواهند کرد و سپس در دوشنبه گفتگوهای رسمی حکومت با طالبان آغاز خواهد شد. وزیر خارجه امریکا آغاز گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان را یک فرصت تاریخی خوانده و ابراز امیدواری میکند که این فرصت از بین نرود. در همین حال ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و یونما هم در اعلامیه های جداگانه از آغاز گفتگوهای رو در رومیان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم از شروع گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. ارتش پاکستان هم میگوید که به طور مشترک با افغانستان تخریبکاران صلح در افغانستان را شکست خواهند داد. سخنگوی ارتش این کشور اما همزمان هشدار می‌دهد که تنش‌های خشونت آمیز مرزی روند صلح را در افغانستان
از بین خواهد برد. هادی سحر جزئیات می‌دهد. گفتگوهای حکومت و طالبان که فردا در قطر آغاز می شود با خوشبینی ها و استقبال گسترده جهانی روبرو شده است. وزیر خارجه امریکا در راه سفر به قطر آغاز گفتگوها را یک فرصت تاریخی می خواند و تاکید دارد که این گفتگوها بیش از انتظار طولانی شده است. واقعه تاریخی است. بیش از آنچه من انتظار داشتم طول کشید تا از 29 فوریه به اینجا برسیم. اما انتظار داریم صبح شنبه برای نخستین بار پس از تقریبا دو دهه افغان ها کنار هم روی یک میز بنشینند. با گفتگوهایی که بحث برانگیز خواهد بود آماده شوند که چگونه کشورشان را به پیش ببرند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم با استقبال از آغاز این گفتگوها ابراز امیدواری کرده که تمام طرف ها از این فرصت تاریخی استفاده کنند. یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در کابل هم از دو طرف خواسته که برای نجات زندگی غیر نظامیان از این فرصت مهم استفاده کنند و به جنگ پایان بدهند. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم در دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زودتر آغاز و به صلح و ثبات در افغانستان منجر شود. ارتش پاکستان اما هشدار می‌دهد تنش‌های خشونت‌آمیز مرزی ممکن است روند صلح افغانستان را با شکست روبرو کند. افزایش ناخوشایند حوادث خشونت‌آمیز در دو طرف مرز پاکستان و افغانستان به معنای از بین بردن روند صلح افغانستان است. پاکستان معتقد است که هر دو کشور شایسته صلح و پیشرفت هستند. ما با هم تخریبکاران صلح را شکست خواهیم داد. آغاز گفتگوهای رو در روی طالبان با حکومت افغانستان پس از دست کم 7 ماه فراز و فرود و شرط و شروط ممکن شده است. اینکه این گفتگوها به چی نتیجه منتج خواهد شد و به نتیجه رسیدن آن چقدر زمان خواهد برد پرسش هایی است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد. پس از امضای توافقنامه طالبان با امریکا هیچ سرباز امریکایی در افغانستان کشته نشده است. رئیس جمهوری امریکا در آستانه آغاز گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان میگوید که شمار سربازان امریکایی به زودی به 4000 نفر کاهش خواهد یافت. وزیر خارجه این کشور اما تاکید میکند که خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان به متحد ماندن طالبان به تعهداتشان بستگی دارد. در این حال فرانسه از آزادی دو زندانی طالب که متهم به کشتن یک شهروند فرانسوی هستند و دولت افغانستان اعتراض کرده و گفته است که حقوق قربانیان هراس افغانی در افغانستان باید در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود. خوشبینی رئیس جمهوری امریکا از آغاز گفتگوهای حکومت با طالبان در قطر. گفتگوهایی که موفقیتش راه را برای پایان طولانی ترین جنگ امریکا و خروج کامل سربازانش از افغانستان فراهم خواهد کرد. دونالد ترامپ که از دید بسیاری ها گفتگوهای صلح افغانستان مهمترین دستاویز انتخاباتیش به حساب می آید از آغاز این گفتگوها خوشحال است. او می گوید به زودی شمار سربازانش در افغانستان به 4000 نفر کاهش می یابد. من به افتخار اعلام می کنم که مایک پامپئو وزیر خارجه در یک سفر تاریخی برای آغاز گفتگوهای میان افغانان به دوحه قطر خواهد رفت. ما با آنها زمان زیادی گفتگو کردیم. شمار زیاد سربازان ما بیرون شدند. من این صبح گزارش دریافت کردم که از ماه فوریه تا کنون هیچ امریکایی در افغانستان کشته نشده است. شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به زودی به 4000 نفر کاهش خواهد یافت. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در راه سفرش به دوحه میگوید که خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان به طالبان ربط دارد که چقدر به تعهدهایشان پابندی نشان میدهند. یک سری تعهدات وجود دارد که طالبان به اجرای آن متعهد شدند. ما انتظار داریم که آن را دنبال کنند. تعهد ما برای به صفر رساندن نیروهایمان منوط به اجرای تعهدات طالبان است که در توافقنامه ذکر شده است. در همین حال وزیران خارجه و دفاع استرالیا بار دیگر با احتمال آزادی 6 زندانی خطرناک طالبان که دیروز به قطر منتقل شدند به شدت مخالفت کرده و از دولت‌های افغانستان و آمریکا خواسته این زندانیان را رها نکنند.
دو زندانی خطرناک دیگر طالبان که به قتل یک کارمند بشردوستانه فرانسوی محکوم بودند، دیروز از زندانی در میدان وردک آزاد شدند. وزارت خارجه فرانسه از این اقدام حکومت افغانستان اعتراض کرده و تاکید کرده که حقوق و منافع قربانیان در گفتگوهای صلح باید در نظر گرفته شود. شمار از بانوان در کابل در آستانه آغاز گفتگوهای صلح از هیئت گفتگو کننده صلح می خواهند که در روند گفتگو با طالبان از حقوق دستاوردهای پسین بانوان دفاع کنند. شمار از بانوان روستانشین نیز از هیئت گفتگو کننده می خواهند که حق حقوق بانوان روستایی را که بیشترین تلفات را در جنگ داده اند فراموش نکنند. شمار از عضوهای هیئت هم می گویند که با آجندای تاکید بر آزادی بانوان و دفاع از دستاوردهای دو دهه گذشته به میز گفتگوی صلح با طالبان می روند. گرچند حکومت و طالبان برای آغاز گفتگوها لحظه شماری می کنند، اما در این سو بانوان نگران تکرار تاریخند. تاریخ تاریک سالهای پایانی قرن بیستم که طالبان زنان را خانه نشین و از تمام فعالیت‌های اجتماعی محروم کردند. هیچ یک از طرفین گفتگو، نی حکومت افغانستان و نی طالبا، صلاحیت از ایره دارند تا ای که محدودیت وضع کنند برای حقوق و دستاوردهای زنان و یایی که حقوق و دستاوردهای زنها را وجه معاملی سیاسی به خاطر و دستاوردن امتیاز بر خودشان قرار بدهند. پس از حاکمیت دوران طالبان، شماری از بانوان صحنه جدیدی در زندگیشان از لحاظ آزادی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی گشودند. می‌گویند نمی‌خواهند و اجازه نمی‌دهند که دوباره به عقب برگردند. شماری از بانوان و روستانشین بیش از همه با تشبث تأکید دارند تا دیگر گواه قربانی شدن فرزندان جوانشان نباشند. نوره جنگ بسته مونگ سول آغارو پا دوارو خواهوی دی خپلی دی امزا لارین خپل پیغام دوارو خواهو تا داده. لمره شرط امداده چی دوی باید یو صلح فزار امانسته که ترسو دو جنب خپل استونز مدرکی. نو دی صلح فزار امانسته که دو بخاطر عمومی اوربند باید اعلان شی. شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان هم وعده می دهد که از ارزش ها و دستاورد های بانوان در دو دهه گذشته در میز گفتگو با طالبان نگذرد. زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند. زنان افغانستان امروز آگاه شدند. صرف نظر از اینکه در کجای افغانستان زندگی می کنند، حق دارند تحصیل کنند، کار کنند، حق دارند از حقوق انسانی مستفید شوند و حق دارند که به نمایندگی از افغانستان امروز احترام شوند. در ترکیب هیئت 19 نفری حکومت که به دوحه رفتند، 4 بانو حضور دارد که دستاوردهای نظام دو دهه پسین خط سرخشان به شمار می رود. اما در برابر، در ترکیب هیئت طالبان، همان طور که انتظار می رفت، هیچ بانوی حضور ندارد. تا لحظات دیگر، وعده مقام های ایرانی به بازرگانان افغانستان، حل چالش های فراروی آنان در این کشور، بسته ماندن راه های مواصلاتی ولسوالی های اروزگان از 5 سال بدین سو. امروز برابر است با 19 سال روز حمله القاعده به برج های تجارتی جهانی در امریکا، روزی که مسیر جهان به ویژه افغانستان را تغییر داد. 19 عضو القاعده با کوبیدن 4 هواپیما به ساختمان های مختلف در امریکا جان نزدیک به 3000 نفر را گرفتند. این حمله ها پای امریکا و متحدانش را برای سرکوب طالبان و القاعده به افغانستان کشاند. اما پس از 19 سال هنوز القاعده در کنار طالبان در افغانستان فعال است و آتش جنگ هم شعله‌ور. ریاست جمهوری میگوید گرچند هنوز القاعده تهدید جدی بر افغانستان و امریکا است، اما توان حمله مشابه سال 2001 را ندارد. جواد تیموری نگاه کرده بر فراز و فرودهای جنگ امریکا در افغانستان. 11 سپتامبر، روزی که مسیر جهان به ویژه افغانستان را تغییر داد. 19 عضو القاعده 19 سال پیش در چنین روزی 4 هواپیما را در امریکا را بودند. از این میان 2 هواپیمای ربوده شده راه نیویورک را در پیش گرفتند و این چنین بر آسمان خراش های سازمان تجارت جهانی کوبیدند. ساختمان ها پس از ساعات یک به یک فرو ریختند. نزدیک به 3000 نفر در این حمله های القاعده جان باختند.
حکومت وقت امریکا القاعده را عامل و طالبان را به خاطر پناه دادن به آنان مقصر شناخت. پس از پافشاری طالبان برای تحویل ندادن اسامه بن لادن به واشنگتن، عملیات آزادی بلند مدت با عملیات جنگنده های بمفگن امریکایی در افغانستان کلید خورد. جنگ طولانی و پرفراز و نشیبی که حالا طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ این کشور لقب گرفته. بعد از 11 سپتامبر تغییرات زیاد آمد سیاست های امریکا و حمله امریکا سر افغانستان و بمباردمان شدید سر طالبا و سر القاعده و اینا. کلگیش تغییراتی بود که تا این تغییرات تا به حال محسوس میشه. هدف اولیه این حمله نظامی نابودی القاعده خوانده شده بود، اما پسانتر ملت سازی، نهادینه سازی دموکراسی، آوردن رفاه هم به مأموریت های این کشور اضافه شد. حالا با گذشت 19 سال از آغاز این حمله هنوز آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور است و امریکا به گواهی کارشناسان به هدف اولیه‌اش یعنی نابودی القاعده هم موفق نشده است. امروز که می‌بینیم در واقع هم تروریسم زنده است با گروپ های مختلف و هم ترور بیشتر شده، جنگ ها بیشتر شده، مردم زیاد قربانی دادن و وحشت بیشتر شده، مردم زیادتر میترسن. مطمئن که هدف قطعا برآورده نشده، حتی زیاد شده متاسفانه. این جنگ جان 2400 سرباز امریکایی را گرفته و دست کم 975 میلیارد دلار هم هزینه مالی روی دوش این کشور گذاشته. اوباما و ترامپ هر دو تلاش کردند که راهی برای خروج از افغانستان بیابند، راهی که در آن نه سیخ بسوزد و نه کباب. سرانجام به نظر می رسید که توافق 7 ماه پیش دوحه پرونده جنگ طولانی امریکا در افغانستان را ببندد، اما برخلاف انتظار جنگ در افغانستان ادامه یافت. چیزی که در چهره مردم در ایجاد دیده نمیشه او لبخند است و مردم هنوز هم او حادثه را فراموش نکردن، او نگرانی را دارن و هنوز هم من فکر میکنم کسانی که در این حمله دست داشتن مردم او را نبخشیدن. گرچند طالبان در این توافقنامه متعهد شده که ریسمان پیوندشان با القاعده و دیگر گروه های حراس افغان جهانی را ببرند، اما به گفته مایک پامپئو هنوز هم کمتر از 200 عضو القاعده در افغانستان حضور دارند. با این حال وزیر خارجه امریکا در راه سفر به دوحه به خبرنگاران میگوید که این گروه در افغانستان شکست خورده و هیچ رهبر این گروه در میدانهای جنگ افغانستان حضور ندارند. حکومت افغانستان اما تاکید دارد القاعده گرچند توان تکرار 11 سپتامبر را ندارد، اما هنوز تهدید جدی برای افغانستان و امریکا به شمار می آید. ای که کاملا این تهدید از بین رفته باشه نخنه، ما هنوز هم نیاز به کار بیشتر داریم که این تهدید به گونه کامل باید از بین بره. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در گفتگو با العربیه اما از خطر گروه خطرناکتر دیگر یاد می کند، یعنی داعش که تنها در صورت برقراری صلح در افغانستان شکست خواهد خورد. With peace in Afghanistan, Daesh will... با صلح در افغانستان داعش قادر به یافتن یک پناهگاه امن در افغانستان نخواهد بود. نه تنها داعش که هر گروه تروریستی دیگر نمیتوانند در افغانستان برایشان جای پا باز کنند. از این رو آنها مخالف صلح هستند. با تمام تپ و تلاش های مذاکره کنندگان دو طرف که به دوحه رفته، نمیتوان نقش انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا را در روند صلح افغانستان نادیده گرفت. به نظر میرسد برنده این انتخابات هر که باشد، پرونده جنگ 19 ساله امریکا در افغانستان را به سمت و سوی تازه سوق خواهد داد. دزدان مسلح دیشب یک جوان ورزشکار را در غرب کابل به گلوله بستند. بستگان این جوان با انتقاد از افزایش ناامنی ها و آنچه ناکار آمدی نهادهای امنیتی می خوانند، از حکومت می خواهند که عاملان قتل فرزند جوانشان را شناسایی و مجازات کند. میلاد در کنار ورزش و کار به تازگی آزمون کانکور را سپری کرده بود. میلاد را به خانه ابدیش میبرند. جوان 18 ساله‌ای که شام دیروز به گفته خانواده‌اش قربانی طمع دزدان مسلح شد.
رفته بود تا برای بایسیکلش رنگ بخرد. اما اندکی بعد خانوادهش با پیکر خونینش روبرو شدند. تازه آزمون کانکور را سپری کرده بود تا به یکی از دانشگاه‌های دولتی راه یابد. آرزویی که حالا دفن خاک می شود. دیگر در این مصیبت هیچ خانه را نشانه. هیچ خانه را نشانه که جوانش بالای 4000 کشته شود. هیچ کس 18 ساله بچه ایم بود. کانکور امتحان داد. همین سال 4 روز میشه در کانکور امتحان داد. گفت پدر انشالله کامیاب میشه. من زیر خاک رفت. این دولت امنیت مرا چی رقم خواهد کرد. ساعت 7:30 بجه شب بود. همین بیادرزادیم بیرو برامد. دمی کوچه رفت. 20 دقیقه 10 دقیقه بعدش فایر تفنگچه شد. برامدیم که در روی کوچه افتیده. در کنار درس و ورزش نیمه روز را در بوددوزی کار میکرد تا کمک دست پدرش باشد. دیشب مزد یک هفته کارش را گرفته بود. پولی که طمع دزدان را برانگیخت و بلای جانش شد. فارغ صنف 12 بود. در دکان یکی از دوستای ما بوددوزی میکرد. درم بوددوزی مصروف بود. زمانی که این میای به طرف خانه خود چون شب جمعه میباشه امو یک عقب امتیازی که به خاطر افتگکی برش میتن امو را من از پیش استاد خود گرفته بود آمده به طرف خانه. ممکن امو کسایی که بالای از یمله کردن هدف پول داشتن یا هدف موبایلش داشتن بالایش یمله کردن و ایر از بین بردن. در هفته های پسین به گونه میانگین تنها در این قبرستانی یکی دو پیکر جوانانی به خاک سپرده می شوند که قربانی دزدی های مسلحانه در کوچه پس کوچه های تاریک و ناامن کابل شده. بستگان میلاد تأکید دارند که برای پیشگیری از افزایش این جرم ها حکومت باید عاملان این رویدادها را به کیفر برساند تا عبرتی برای دزدان و مجرمان دیگر شود. طبقه ی روال ادامه داشته باشه. یک روز نیست، دو روز نیست، هر روز ما شاهد قتل جوانای هستیم که واقعا امید داره، آینده داره، زحمت میکشه، تلاش میکنه. با آنکه وزارت امور داخله ادعا دارد که با اجرای برنامه میثاق امنیتی در کابل از شمار جرم های جنایی و دزدی های مسلحانه کاسته شده، اما در ابتدای همین هفته پزشک جوانی نیز در ناحیه 18 کابل قربانی جرم های جنایی شد. مقام های ایرانی به بازرگانان افغانستان وعده می دهند که چالش های فراروی آنان را در ایران حل کنند. انتقال کند اموال بازرگانی از بندر چابهار و صدور نشدن به موقع ویزا برای بازرگانان دو چالش عمده بازرگانی میان دو کشور به شمار می رود. جواد تیموری جزئیات می دهد. دیروز نشست در وزارت امور خارجه به هدف حل چالش های بازرگانان افغان در ایران برگزار شده. در این نشست شماری از بازرگانان، سفیر ایران در کابل و معین سیاسی وزارت امور خارجه شرکت کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در حال حاضر اموال بازرگانان از بندر چابهار به کندی انتقال می یابد و از سوی بازرگانان در دریافت ویزا هم با چالش روبرو هستند. یک سیستم ایجاد شود تا مطابق یک سیستم اداری که در دیگر دنیا موجود است انتقالات صورت بگیرد. با کشورهای همسایه که ما روابط ترانزیتی و ترانسپورتی و تجارتی داریم و در مسیر ترانسپورت و تجارت ما مشکل داریم. وزارت امور خارجه در این نشست خواهان احیای اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران شده است. سفیر ایران در کابل وعده کرده که برای حل این چالش ها تلاش جدی می کند. سفیر ایران با شنیدن مشکلات تجاری ملی وعده سپرد تا تمامی مشکلات موجود را برای شای حل اساسی و مهم پیدا کند. افغانستان و ایران در ماه‌های پسین تلاش‌هایشان را برای گسترش همکاری‌ها افزایش داده‌اند. این دو کشور در نظر دارند که سند جامعه همکاری‌های راهبردی را در بخش‌های توسعه اقتصادی، امنیتی، مدیریت آب و مسائل فرهنگی تا 3 ماه دیگر به امضا برسانند. شمار از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت هلمند با برپایی خیمه اعتراضی بر تأمین آتشبس دائمی در کشور تأکید می کنند. از حکومت و طالبان می خواهند که از جنگ دست بردارند و منافع ملی را در گفتگوها در اولویت قرار دهند. اینان با استقبال از آغاز روند گفتگوهای میان افغانان می گویند
در این گفتگوها حقوق زنان و کودکان باید در نظر گرفته شود. په مذاکراتو کې د اوربند غوښتنه کوو او د افغانستان په ملي ګټو باندې موږ ټینګار کوو چې نه د پردی ګټې په دې کې په دې مذاکراتو کې ترسره شي. که څه هم موږ ځپل سوي یو، موږ زهیر سوي یو، زموږ ملت ضرر لیدلی دی، هر ورځ موږ قرباني ورکوو، اما په خپلو ملي ګټو باندې، په خپلو ملي بنسټونو باندې معامله د هیچا سره نه منو. تا لحظات دیگر. توافق چین و هند برای رفع تنش در منطقه مرزی. راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی در اروزگان از 5 سال بدین سو مسدود است. این در حال است که درخواست شمار از بزرگان این ولایت برای بازگشایی این مسیرها از سوی طالبان رد شده است. باشندگان اروزگان میگویند که بسته ماندن راه‌ها مردم را با چالش‌های زیاد امنیتی و اقتصادی روبرو کرده است. ظاهراً ادامه مسدود ماندن مسیر برخی از ولسوالی ها با شهر ترنکوت مرکز ولایت اروزگان کاسه صبر باشندگان این ولایت را لبریز کرده است. اینان از حکومت انتقاد دارند که در 5 سال گذشته نتوانستن مسیر برخی از ولسوالی ها را بازگشایی و امن سازد. در پی این انتقادها، بزرگان ولایت اروزگان از طالبان خواسته که مسیر رفت و آمد ولسوالی ها و مرکز را امن سازد، اما طالبان نیز به این خواست آنان لبیک نگفتند. باشندگان اروزگان میگویند اکثر اوقات وابستگان بیمار آنان به دلیل مسدود بودن جاده ها جان خود را در روستاها از دست میدهند. لار ډیر سره وجده د مریضان و ډیر د بیچارهګان چې دلته راوي، اغه ډاکټر راته ویلی چې دا 15 ساعته یا 20 مریض دی یا بل مریض دی یا 8 ساعته یا 10 ساعته کې دا به ته ورسه. ډیر غټه ستونزه ده، د لار پر برابر باندې ام حکومت ام طالبان راته جوړ کړی دي. باید موږ د دوه ساعته خوښ کو چې موږ ته ستونزه جوړې نه کی. مسدود بودن مسیرهای ترانزیتی در اروزگان در کنار مشکلات امنیتی، قیمت مواد خوراکی را نیز بالا برده است. شرکت های انتقال کالاهای بازرگانی میگویند که به دلیل مسدود بودن مسیرهای رفت آمد، باشندگان ولایت اروزگان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. تنه مو د دوار سپجی دیر ډول دا چې زموږ لار خلاصه کی، زموږ په لارې په موټروانانو کار نه لري او مولستي پر لار بنځي. مقام های محلی اما از بازگشایی و امنسازی این مسیرها سخن میگویند. دا زموږ مسؤلیت دی، موږ به د کندهار د ادارې سره په ګډه باندې د دغې لارې ستونزه په اساسي ډول حل کړو چې بیا په آینده کې زموږ ولسونه د دې ستونزې سره لاس او ګرېوانه سي. چند پیش قال اردوی 205 یتل نیز عملیات گسترده نظامی را برای پاکسازی مسیرهای ولایت اروزگان راه اندازی کرده بود. هزاران پناهجوی شهروند افغانستان در یونان سومین شب متوالی را بدون سرپناه در هوای آزاد سپری کردند. این پناهجویان از دولت یونان می‌خواهند که آنان را به یک کشور دیگر انتقال دهند. یونان هم از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که موضوع پناهجویان را در اولویت قرار دهند. فرانسه و آلمان از آمادگی خود برای پذیرش کودکانی که از این اردوگاه آواره شده‌اند خبر می‌دهد. مقام های چین و هند پس از دیدار در مسکو اعلام کردند که بر سر رفع تنش در منطقه مرزی مورد مناقشه در هیمالیا و برداشتن گام های برای بازگرداندن صلح و آرامش توافق کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین و وزیر امور خارجه هند در مسکو دیدار کردند و به توافق 5 ماده‌ای دست یافتند. در بیانیه مشترک چین و هند در مورد این توافق 5 ماده‌ای تاکید شده که تنش مرزی فعلی به نفع پیکن و دهلی نو نیست و نیروهای نظامی دو طرف می بایست به سرعت از منطقه مورد اختلاف خارج شوند تا تنش‌ها را کاهش دهند. این توافق در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مسکو حاصل شده است. درست پیش به دنبال تنش در منطقه مرزی مورد اختلاف، چین و هند یکدیگر را به تیراندازی هوایی متهم کردند. از این حادثه به عنوان نقض معاهده منع استفاده از سلاح گرم پس از 45 سال یاد شده است. در ماه‌های گذشته نیروهای دو کشور در نوار مرزی هیمالیا در برابر یکدیگر صف آرایی کردند.
بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.